عروسی و عزا هم زیرزمینی شد. زیرزمینی شد؟ بله بله. یعنی عروس داماد تو زیرزمینن؟ عرض می کنم. رئیس تالارهای پذیرایی تهران میگوید در پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تالارهای پذیرایی، برگزاری مراسم عزا و عروسی در تالارها به صورت زیرزمینی و غیر قانونی شیوع پیدا کرده است. اگه کرونا امکان انتقالش در عروسی هست، خب عزیز من، خانواده محترم عروس مبارکتون باشه، بالاخره دخترتون عروس شد. خانواده محترم داماد مبارکتون باشه، بالاخره پسر رو رد کردین رفت. به خدا اگه قاچاقی هم بگیرید تو زیرزمینی و باغ و پشت و کوه، ایول بازم کرونا ممکنه منتقل بشه. عروسی رو به عزا تبدیل نکنید. چه کار باید کرد؟ باز راهکار بدیم. اولا محضرهای محترم عاقد به زیرزمین نفرستن. عاقد زیرزمینی ما داشتیم تا حالا. زیرزمین سابق، حالا دختر بچه‌ای که اورانیوم غنی میکرد استفاده اینجوری داشته، ولی که عروس و داماد رو ببرن زیرزمین اینجور استفاده های نه. رو کار کنید. رو کار کردیم. اینه الان خیلی از ازدواج ها. وای به وقتی که تو زیرزمین کار و اینها باشه، اینا همون توکاری میشه دیگه، توی ساختمون اینا. مراقبت کنید، پروتکل ها رو رعایت کنید، بذارید به خوشی و سلامتی عروس داماد برن خونه بخت انشاءالله. پیشنهاد بعدیم اینه که سازمان استانداردها وارد قضیه بشه. سازمان استانداردها که همون استاندار سابق خوزستان هم رفتن. بله بله. اونجا بله بله یادم هست، ردگیری کردیمشون رفتن چون فقط یک دال میخواسته بخواسته. بله بله، دیدن از استاندار به استاندار یه دال به قول شما فقط رفتن اونجا. یه نظارتی بفرمایید که استانداردهای مجالس عروسی و دامادی انظر کیفی رعایت بشه. و نکته بعد میتونه از اداره اماکن هم الان بیکار دیگه میشه، چون مکانی نداریم دیگه ما، نه مجلسی هست نه چیز. اداره اماکن هم میتونه مجوز بده به اینجور جاها و انشالله که عروسی های ما با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار بشه. عزا هم که خیلی ها برگزار نمی کنن دیگه، یعنی نه خود اون میت راضی هست نه بستگانش، و سفارش هم میکنن حتی به تشییع جنازه هم نیاین، همون که خود مرحوم حاضر باشه کفایت میکنه.